و شد تا آخریش که رسید به شما. جنگولک بازی درست کردند و 8 ماه تمام فتنه بسیار سخت و سنگین. میخواستی تصمیم بگیری، اذیت میشدی. رفتی قم، صدای قوی بشنیدی، صدا قوی نبود. برخی سکوت که حضرت آقا انقدر ناراحت شد گفت خواست ما امتحان خوب پس ندادن. برخی هم همنوایی با فتنه و صدای حزب اللهش هم انقدر ضعیف بود که تو رو قانع نمی کرد که سفت و محکم روی این مسیر بایستی. شک و دودلی توی خونه، برای اینکه تو فک فامیل، تو اردوگاه ادارجات، جامعه، سنگینی شدید از درون داشتی پاره می شدی. یادت که نرد 8 ماه طول کشید، چقدر اذیت می شدی. تا اینکه زد و روز عاشورا زدن 2 مرتبه به خطت، چون خط سوراخ متاسفانه، خط پدافندی شما حزب اللهی ها محکم و قوی و سفت نیست، ارتفاع نداره، پشتش نمیشه آرپیجی زد. هر وقت دشمن میخواد از توی یه جایش سوراخ خالصه میگیره میاد. حتی این سری من این چند هفته گذشته سوراخ خطتون میندازه میاد تو، با همین اسمسا و بلوتوسا و اینا سوراخ میکنه خطتونو. همین 2 سال پیش هم بود، 2 مرتبه گفتن شب زمینن، 2:30 شب خبر داری هانچی؟ آقا مرده. بخواب پسرم. 2 مرتبه یه دو. آقا خبر داری کرمش؟ آقا بخواب. ها نه آقا، BBC گفته، CNN گفته، اینها VOA گفته. حتی VOA و BBC فارسی که برکات فتنه است اینها، حالا نگم که یارو انقدر گیجه که توجیه نیست، ولی به هر حال همه یه طیف و طایفه هم، فرق نمی کنه. آقا بخواب پسرم. نه آقا مرده، آقا مرده، آقا مرده. دو روز 3 روز اینا یه فیلم تلویزیون از آقا پخش کرد اینا. فیلم قدیمیه بابا. آقا نمیخوان بگن جامعه برمیده. تا آقا بنده خدا روز 5 با اون حالت زار و نحیف و سرماخوردگی اومد خوش به شما نشون داد، باز 2 مرتبه اینقدر دلم مریض بود، باز نه باز من تا نباشد چیزه چی مردم نگوین چیزها. از دشمن یاد بگیر. آریل شارون چند ساله الان خبری ازش نیست و کجاست اینا، رفته تو کما. کجاست آریل شارون؟ آریل شارون کجاست؟ چی شد؟ چی شد آقا؟ فکر کردم چی شد؟ نکنم گربه گوری اینا.